شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی برنامه. ما تاکنون دو برنامه در خصوص احکام نگاه داشتیم، گفتیم که نگاه و حجاب این دو بحث مرتبط با هم هست، یعنی دیده را از نگاه به دیگران محفوظ دارید و خود را از نگاه دیگران، ولی در اون مواردی که نگه داشتن و حفظ لازم و واجب هست. یه سری احکام نگاه گفته شد، اجمالاً به اینجا رسیدیم که نگاه به نامحرم تفصیل داره. دو موضع از بدن هست که فقها فرمودن نگاه کردن اشکالی ندارد، یکی صورت، دوم دست ها. صورت قرص صورت رو میگن، یعنی به مقداری که در وضو شسته میشود. دست‌ها هم از مچ به پایین تا نوک انگشتان، چون ما یه وقتی گفته بودیم تا مچ، بعضیا از اینوری حساب کرده بودن، نه، از مچ تا نوک انگشتان. در مقابل اگر نگاه کردن به این مواضع اشکالی نداره، اون هم بدون قصد لذت و نگاه شهوانی نباشد، پوشوندن صورت و دست‌ها هم برای خانم‌ها واجب نیست. یعنی خانم ها وقتی که بیرون میان ولو نامحرم اونها رو ببینند، یا در جایی محیط کاری هست که نامحرم هم هست، لازم نیست که صورت رو بپوشانن یا دست ها رو تا مچ بپوشانن، باز باشه اشکالی نداره. یعنی فتوای اکثر فقها و مراجع معظم تقلیدین هست که این دو عضو بدن، دو قسمت از بدن، پوشاندنش واجب نیست. و همچنین در گفتگوی با نامحرم، دیدن نامحرم، ولو زن نامحرمه، نگاه به چهره او و همچنین نگاه به دست او اگر تا مچ باز باشه اشکالی نداره. ولی یک شرط اساسی هم اینجا داره و اون این که چهره آرایش نداشته باشد، دست زیوری نداشته باشد، زیورالاتی نداشته باشه، انگشتر و حلقه و امثال اینا. ممکنه بگید خب مشکل شد که. ولی نه، مشکل نشد، خانم میتونه آرایش کنه. چون یک سوالی که خیلی خانم ها میپرسن، سوالشون اینه از نظر احکام شرعی آرایش کردن اشکال داره یا نداره. تو بخش سوالا ما بیشتر توضیح میدیم، اما اجمالا نه، اشکالی نداره، ولی آرایشش رو باید از نگاه نامحرم بپوشانن. زیورالاتی هم که به دست داره، اونایی که پوشیده هست که همه فقها نظرشون این هست، مثل گوشواره، مثل علنگو، امثال اینا که معمولا پوشیده هست، اونها رو باید از نگاه نامحرم محفوظ بداره. اما زینت ظاهر مثل انگشتر، حلقه، امثال اینها، بعضی از فقها میفرمان اینا رو لازم نیست بپوشانن، یا لازم نیست از دستش در بیاره جایی که نامحرم میره. بعضی از فقها میفرمان اگر چشم گیر نباشد، عادیه، معمولیه، لازم نیست، حالا دستش هم بود اشکالی ندارد. بله، بنابراین نگاه به نامحرم، به چهره نامحرم، زن نامحرم، به دست نامحرم بدون قصد لذت اشکالی نداره. جوونی ممکنه سوال کنه که حالا من به این قصد نگاه نمی کنم، اما گاهی که نگاه می کنم لذت میبرم. اینم باز اشکال، یعنی اگر در حین نگاه کردن احساس کرد نگاه دیگه نگاه درستی نیست، نباید ادامه بدهد. خب اجمالا بنابراین ما تا حالا یک جنبندی داشته باشیم نسبت به بحث نگاه، چون که باز تو مسائل فرعی نگاه میریم که ممکنه دیگه تکرار نشود، افزون بر این که باز بحث حجاب رو هم به دنبال داریم که بهش خواهیم پرداخت. نگاه زن و شوهر به هم دیگه هیچ اشکالی نداره، اون استثناء، یعنی هر چی احکام نگاه گفته میشه مربوط به اونها نیست. افراد محرم رو ما گفتیم نگاه به اونها اشکالی نداره، مگر از روی قصد لذت باشد یا مفسده‌ای داشته باشه. خانم ها، آقایون لازم نیست خودشون رو از نگاه محرم بپوشانن، مگر یه سری قسمت های عورت و قسمت های خاص بدن. بنابراین اگر مثلا لباس کاملی هم بر تن نداشتن اشکال نداره، مگر اینکه از باب حریم نگه داشتن برای حرام، یا مسائل تربیتی
و مفسده هایی که ممکنه برش مترتب باشه که اینها رو هم توضیح دادی. نگاه به نامحرم، نگاه مرد به زن گفته شد که نگاه به صورت و دست ها تا مچ اشکالی نداره، برای خانم ها هم پوشوندن این دو عضو لازم نیست در نگاه نامحرم، اگر با قصد لذت نباشه اشکالی نداره، خانم هم اگر احساسش این است که نگاه متعارف و عادی است یا اصلا نمیدونه حالا یک کسی مردی مثلا در قلبش بله چیزی هست و نگاه بدی دارد، اگر نمیدونه باز اشکالی نداره به شرط اینکه آرایشی نداشته باشد. نسبت به بله سایر اعضای بدن نگاه کردن جایز نیست. نگاه اول رو هم در برنامه دیگر توضیح دادیم، گذشته گفتیم نگاه اول اشکالی نداره، نگاه اولم توضیح داده شد اجمالا. فقط اینجا سوالی که بعضی ها میپرسن این است که بین مسلمان و غیر مسلمان، بین مثلا زن پیر و جوان فرقی نیست؟ که حالا اجمالا اولی رو الان من توضیح میدم و دوم رو هم میذاریم بره بخش بعدی. بله یک تفاوتی بین مسلمان و غیر مسلمان وجود داره. این احکام یک احترامی است به افراد دیگر، یعنی حرمتی برای دیگران نگه داشتن، حریمی رو محفوظ داشتن. غیر مسلمان این حریم رو شکسته است. بله ممکنه شما یک کشورهایی برید که مسلمان نیستن، خانم ها بدون حجاب بیرون میان. اکثر فقها و مراجع معظم تقلید نظرشون این هست که به مقداری که به طور متعارف نمی پوشانن، مثلا موهاشون باز است، گردنشون باز هست، اینی که متعارف هست اگر مرد نامحرمی نگاه کنه، نگاه از روی شهوت و لذت نباشد اشکالی ندارد، اما همون هم اگر نگاه بد باشد حرام است و جایز نیست. خب این بخش رو داشته باشید تا در بخش بعدی به سوالهایی که مطرح شده و بخش دوم این سوال رو هم در اون قسمت انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. اما بخش پاسخ به سوالات، احکام سوال داره، مخصوصا این بحثا که یک بحثایی است که به هر حال همه درگیرش هستن، خیلی موارد جزئی داره که میخوان بدونن. در پی احکامی که ما میگیم سوالای زیادی مطرح میشود. خب یه سوال ما خودمون مطرح کردیم، اول جواب اونو عرض کنیم، بعدم دوستان بله تهیه کننده برنامه از دوستان فیلمبردار هم یه سوال مطرح کردن که اونم باید بهش برسیم و همچنین سوالای دیگه. اما سوالی که خودمون مطرح کردیم اونم از سوالای شماست که بین پیرمرد و پیرزن با جوان فرقی نیست. بله یعنی حالا ما مثلا چشممون به یک زن جوان بیفته یا چشممون به یک پیرزن بیفته، یا مثلا خانمی بگه پیرمرد و مرد جوان با هم تفاوت ندارد، برخی از فقها فرق گذاشتن، اجمالا گفتن که زنان پیری که دیگه به هر حال نه توانایی حفظ خودشون رو دارن نه اصلا کسی به هر حال به اونها نگاه بدی دارد، حالا پیرزنی است مثلا مقداری موی سرش بیرون هست، یا مثلا این روسریش رو نتونسته محکم ببنده زیر چانش مثلا پیدا هست، بعضی از فقها این فرق رو گذاشتن که نگاه به او با جوان زن جوان فرق داره. بعضی هم گفتن نه در اصل نگاه اگر از روی لذت باشد تفاوتی ندارد، و همچنین اون قسمت های دیگه بدن غیر از صورت و دست ها اگر باز باشه اونم تفاوتی نداره. اما تفاوت در اینجاست که خوب دقت بفرمایید، همون اجمالی که بعضی هم اشاره کرده اند بهش که خب در نگاه با اینها فرق داره دیگه، تفاوت در این است که نگاه معمولا به پیر زن یا خانم به یک مرد پیر و افتاده و فرتوت با نگاه به یک جوان فرق داره، از این جهت که به جوان ممکن از روی لذت و شهوت نگاه کنه و به پیر این نگاه نباشد، که اون فرق اساسی که ما در برنامه اول گفتیم که اگر نگاه از روی لذت و شهوت باشد، یعنی نگاه بد، حالا ما خیلی فارسی و راحت بخوام بگیم نگاه بد، نگاه شهوت آلود، اگر اون نگاه باشد به پیر باشد به جوان باشد به محرم باشد حتی فرق نمی کنه، غیر از حالا زن شوهر که اون استثناء هستند، بقیه موارد فرق نمی کنه پیر باشد یا جوان. اما معمولا افراد به پیر زن یا خانم ها به پیر مرد نگاه شهوت آلود ندارند،
یا اگر نگاه اولیه با این قصد نبود، در ادامه ممکنه نگاه به یک پیرزن یعنی احساس لذتی نداشته باشه، اما با یک خانم جوان داره حرف میزنه، در ادامه میبینه که خوشش اومده از چهره او. این ممکنه پیش بیاد که اگر این ادامه یعنی این مسئله پیش آمد، دیگه نباید نگاه را ادامه بدهد، یعنی از روی حیا و برای اطاعت دستور خدا چشم رو پایین بندازه، حرفش هم ادامه میده، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد در زندگی. سوالی که فیلمبردار برنامه مطرح کردن این که آیا ما در فیلم گرفتن و عکس گرفتن از افراد باید اجازه بگیری؟ نگاه کنید، اگر صحنه های عمومی است، الان در روزهای راهپیمایی، در صحنه های عمومی اجتماعی، در مراسم ها، خب افراد میرن فیلمبرداری میکنن از عموم مردم که حالا چهره خاصی از فردی مشخص نیست، صحنه عمومی گرفته میشه، اینا اجازه نمیخواد، مگر اینکه بله اون جمعی که در یک جایی حاضر شدن کلن رضایت نمیدن، مثلا جمعی تجمعی دارن میگن آقا نه فیلمبرداری ممنوع، از ما عکس نگیرید، خب معلومه دیگه نباید گرفت. اما اگر یه همچون منعی عدم رضایتی مشخص نیست، فیلمبرداری از یک صحنه عمومی اجازه و رضایت نمیخواد، الان هم متعارفه دیگه. اما اگر بخوان چهره فرد خاصی رو عکس بگیرن، فیلم بگیرن، اگر رضایتش معلوم نباشه نمیشه گرفت. حالا یه وقت هست باش مصاحبه میکنه، خودش هم اعلام آمادگی میکنه، خب ازش هم فیلم گرفته میشود. اما یه وقت از یه جایی داره میره، هیچ توجهی هم نداره که دوربینی در کار هست، توجهی نداره که ازش عکس میگیرن، راضی هم نیست یا نمیدونیم راضیه یا نه، خب این حق او محترم شمارده شده است، باید بدونیم که راضی هست، مخصوصا در صحنه های خلاف که حالا ممکنه بپرسن خب ما بخوام مثلا همین بد حجابی را یا صحنه دیگه ای را، درست حجاب نداره خلاف کرده، آیا ما میدونیم هم راضی نیست، آیا میتونیم ازش عکس بگیریم؟ نه نمیشه. میتونیم فیلم بگیریم؟ نه جایز نیست اگه راضی نباشد، یا خودش نداره اعلام میکنه از من فیلم نگیرید. ممکنه بگید خب این صحنه ها رو اگر ما بخوام آموزش بدیم، یا حتی این خلاف ها رو، بدی و زشتیش رو بخوام به مردم بگیم و مردم رو سوق بدیم به خوبی ها و پرهیز از این اعمال ناشایه است، چیکار باید بکنه؟ خب راه دیگه باید پیش گرفت. گفتن که با معصیت نمیشه جلو معصیت رو گرفت. اگر آب نجس چیز نجس رو پاک نمی کند، گناه هم جلو گناه رو نمیگیرد، یعنی با گناه نمیشه جلو گناه رو گرفت. فرمودن در نهی از منکر، در امر به معروف، شما مرتکب گناه نباید بشوید، مرتکب معصیت نشوید. اگر مرتکب گناه و معصیت بشوید، این وظیفه نیست که انجام دادید. باز از جمله سوال هایی که میپرسن و پرسیدن این که این احکام اسلامی سبب شده برخی از دختران خانم ها از خونه بیرون نمیان، اصلا زندگی رو بر خودشون تنگ کردن و با بعضی از مسائل اجتماعی آشنا نیستن و آشنا نشده ان، محدود موندن، بعد که یه وقتی میان تو جامعه امروزی یه واکنش هایی ایجاد می شود، یه عکس العمل هایی ازشون صادر می شود و ممکنه خودشون نتونن تو این جامعه حفظ کنن، بلکه هضم می شوند و راه های خلاف می روند. در جواب باید عرض کنیم اولا اون محدودیت هایی که اونا برای خودشون ایجاد کردن و صحیح نیست. اسلام نمیگه که زن بیرون نره، اسلام اجازه داده حتی در یه سری کارهای اجتماعی متناسب با شأن خانم ها شرکت کنن. الان هم میبینیم ما در جامعه اسلامیمون هستن خانم های با حجابی که بسیاری از کارهای اجتماعی مخصوصا امور پزشکی و امثال اینها رو دارن اداره میکنن، یعنی دارن کار انجام میدهن. فلذا این به این معنا نیست که خانم حتما باید تو خونه زندانی باشه و بمونه و بیرون نره که نامحرمی او رو نبیند، نه حجابش رو حفظ کنه بیرونم برود، حدود صغور شرعی رو مراعات کند، تو اجتماع هم ظاهر بشود. خب وقتی شد خب اونم امروزی بار میاد، چقدر هستن خانم های با حجابی که از نظر فکری کاملتر، بالاتر و والاتر از این خانم های بد حجاب و بی حجاب هستن، نه این به نظر درست نمیرسد، ولی اونها اشتباه کردن. بعد هم اگر واقعا احکام اسلامی مراعات بشود، اون واکنش ها، اون عکس العمل ها وجود نداره و میتونن در جامعه امروزی یعنی خودشون رو وفق بدهن و زندگی کنن. سخت تر از زمان پیامبر که نبوده، عصر جاهلیت مسلمان های صدر اسلام در جامعه جاهلی پر از فساد زندگی کردن و خودشون رو نگه داشتن و پا به پای افراد مؤمن و درستکار حرکت کردن. خب وقت برنامه تمام، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم،
تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. خلاصه این برنامه: نگاه کردن به صورت و دست‌های نامحرم از مچ تا نوک انگشتان اشکالی ندارد. البته عده کمی از مراجع عظام تقلید حتی نگاه کردن به دست‌ها و صورت نامحرم را جایز نمی‌دانند. پس لازم است بینندگان محترم به رساله مرجع تقلید خیش مراجعه نمایند. همچنین ذکر این نکته حائز اهمیت است که نگاه کردن به صورت و دست‌های نامحرم مشروط به این شرط که صورت و دست‌ها زینت کرده و آرایش شده نباشد اشکالی ندارد. البته اگر زیورآلات معمولی باشد برخی از مراجع تقلید جایز دانستند. همچنین بیان شده که پوشاندن صورت و دست‌ها برای خانم‌ها لازم نیست. البته اگر احساس کنند که نگاه مردان از روی شهوت می باشد باید خود را بپوشانند. در برنامه آینده به موضوع احکام نگاه کردن پزشکان می پردازیم. أعوذ بالله من الشيطان.